40.2 میشه 20.1، نصفش به علاوه نیم تقریبا میشه 20.6. این 20.6 رو میتونه حتی 21 هم بگیره، اما چون محاسباتش نمیخوام به هم بریزه و دقیقا شبیه کتاب بهتون بگم، اولین بار این شکلی رسم میکنیم، میشه 20.6. علامت میزنم. این علامت رو که زدی بیا گونیا رو روی این علامت بذار، به سمت بالا عمود کن. شد چقدر؟ شد 19 سانت. وسطش رو به دست بیار، میشه 9.5 سانت. از این نقطه گوشه سرشانه به وسط این قسمت وصل کن. این تا اینجا. میریم روی خط سینه، روی خط کمر، روی خط کمر پشت و روی خط باسن. ببین ما اندازه سینه رو درست گرفته بودیم، درسته؟ اینجا 3 سانت آزادی داشتیم. میام حالا تو قسمت سینه جلو، میخوام سینه جلو رو هم بهتون بگم. به اندازه 1/2 کارور جلو به علاوه 1.75 سانت جدا کن. کارور جلو چنده؟ 39.5. حالا اگه 40 هم که بگیریمش میشه 20. 20 به علاوه 1.75 میشه 21.75. از این گوشه 21.75 میام جلو و یه نقطه میشه. خب حالا بریم روی گردن جلو. رو گردن جلو 1/5 دوره گردن منهای 7 میام داخل الگو، 1/5 دوره گردن منهای 2 میام پایین الگو. منهای 2 که شد 8.5، مثل پشت 8.5. منهای 7 چند میشه؟ 1/5 گردن 7.8 تقریبا میشه، به 8 نمیرسه. خب این دو نقطه رو میام اول از اینجا عمود میکنم، از این طرف عمود میکنم. حالا این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنم، وسطش رو به دست میارم، دوباره به این نیم ساز وصل میکنم، وسطش رو به دست میارم. حالا میام هلال گردن رو از این قسمت طوری طراحی میکنم که 1.5 سانت صاف بیام و بعد هلال گردنم رو شکل بدم. ببین 1.5 سانت اینجا صاف میام، بعد هلال گردن رو وصل میکنم. اینم شد هلال گردن جلو. روی خط گردن جلو به اندازه پنسه سینه توی جلو علامت میزنم. پنس سینه جلو چقدر بچه ها؟ مقدار داره توی جدول. اگه مقدارش رو تونستی بردار، اگه نه گفتم 1/8 دور سینه منهای 4 سانت. تو جدول چند زده بسه سایز 48 پنس سینه رو؟ پنس سینه 10. خب اندازه شده 10. من 10 سانت از اینجا فاصله میگیرم و اینو علامت میزنم. خب حالا میام از روی خط سینه به اندازه 1/2 فاصله سینه میام جلو. اگه فاصله سینه رو 20 بگیرم 1/2 میشه 10. روی خط کمرم دوباره 1/2 فاصله سینه میام جلو. روی خط باسنم دوباره 1/2 فاصله سینه میام جلو. خطکش رو میذارم و این 3 نقطه رو به هم دیگه وصل میکنم. خب این 3 نقطه به هم دیگه وصل شد. خطکش رو میذارم این گوشه، متر یا خطکش، متر بهتر، میذارمش این گوشه و به اندازه بلندی سینه میام پایین. بلندی سینه 31 بود، بلندی سینه یه شعاع میزنم تا این خط رو قطع کنه. خب تو 31 این خط رو قطع کرد، اینجا میشه نوک سینه. از نوک سینه یه خط به این گوشه وصل میکنم، یه خط به این گوشه وصل میکنم. این میشه مقدار پنز سینه متریک. حالا از این خط شیبشانه پشت به اندازه نیم یا 1 یا 1.5 باید بیام پایین. اگه سایزش بزرگه بچه ها شما نیم سانت بیشتر نیاد، اگه سایز کوچیک هستش مثلا سایزش 38-40 هست 1.5 سانت هم میتونید بیام پایین. من حدود نیم تا 1 سانت میام پایین و یه خط موازی خط سینه رسم میکنم. از این طرف هم این نقطه‌ای که داشتم به اندازه 1/2 کار جلو به علاوه 1.75 اومده بودم و یه عمود به سمت بالا رسم میکنم. این دوتا هم دیگر اینجا قطع میکنم. خب 1/2 سرشانه چقدر بود؟ سرشانه 13.